سلام به همه خوش اومدیم به این ویدیو تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ دور یازدهم و پایانی مسابقات فید گرند سوئیس جایی که پرهام مقصولو در مقابل نیکیتا ویتیو گفت قرار گرفته قادرتا همونجوری که میدونیم دیگه پرهام مقصولو شانسی برای نفر اول و دوم شدن و کسب جواز حضور در مسابقات کاندیداتوری شطرنج رو نداره اما خب برای که بخواد رتبه خودش رو تو این مسابقات افزایش بده و هم جایزه بیشتری رو تو این مسابقات برنده بشه و همین که ریتینگ خودش افزایش بده قاعدتا این مسابقه میتونه براش حیاتی باشه که اینجا در مقابل گفتی که اهل کشور روسیه است و 36 سال است قرار گرفته که بالاترین ریتینگ که ویتیوگوف تونسته بهش برسه ریتینگ 2751 بوده پرهام محصول رو هم قاعدتا میشناسین 23 سال است اهل کشور ایرانه و همونجوری که گفتم بالاترین ریتینگی که تونسته بهش برسه ریتینگ 2715 بوده که توی راند پایانی همونجوری که گفتم در مقابل این استاد بزرگ قرار گرفته که یک بازی فوق رو هر دو نفر به نمایش میذارن خب دیگه بیشتر از این طولش ندیم و یک راست بریم سراغ این مسابقه فوق خب تو این مسابقه پرهام مهرایی سفید رو داره و گوشش دی 4 انتخاب میکنه حرکت اسب f6 و دفاع هندی حرکت c4 حرکت e6 و حرکت اسب c و در نیت میره سراغ نیمزو و حرکت فیل بیچاره انجام میده حرکت ایسه انجام میشه سیستم کله رو انتخاب میکنه اینجا پرها محصول و فیل خودش رو توی کله قرار میده در واقع بعد از اون اسم توی خونه یه اف اسمیه توی خونه C 6. فیل گسترش پیدا میکنه و تعویض میشه و تعویض میشه و وارد این لاین میشیم که مطمئنا همتون میدونید پیاده هم رم میدونید نباید قبول کنین چون پیاده هاتون تریپل میشن و خیلی ضعیف میشن و به سادگی میشه بهشون حمله کرد وزیر میاد و این پیاده رو برمی به سادگی که به همین دلیل اینجا حرکت D6 انجام میشه حرکت E4 بعد از اون حرکت E5 انجام میشه قاعدتا نمیخواین اجازه پیشرفت بیشتر و بیشتر رو فرهام بدین پس خودتون باید حرکت E5 رو انجام کنین که نیکیتا هم اینو میدونه و این حرکت رو انجام میده اما خب اینجا اجازه حرکت D5 رو میدین و الان این ساختار سنگی رو ساختین که مطمئنا همتون باهاش آشنایین که کاملا پوزیشن رو بسته مرکز رو بسته و راه حمله ای عملا وجود نداره این حرکت انجام شد اسمری توی خونه ای هفت اسمیری توی خونه دی دو فیل گسترش پیدا میکنه و اسمری توی خونه F1 قرار میگیره چون میخوایم توی این خونه قرارش بدیم و چرا باید بذاریمش توی خونه G3 چون اگر که به عنوان مثال بخوایم بیاریمش توی خونه E3 یا همینجا بخواستیم نگرش داریم یا حتی توی این خونه اجازه باز کردن پوزیشن رو اولا نمیدادین دوما اگر که بخواید توی خونه E3 قرارش بدین راه فیلتون بستین و این فیل عملا از بازی خارج بود که به بهتره که فیل اسبتون رو در واقع توی خونه G3 قرار بدین که این انتخاب رو پرهام انجام میده این حرکت انجام شد وزیر گسترش پیدا میکنه فیلم میاد توی خونه دید و از پیاده ضعیف محافظت میکنه بعد از اون قلعه بزرگ میره اینجا نیکیتا که انتخاب درستیه تو این پوزیشن به خاطر اینکه پیاده بی وجود نداره که بخواد ساختار رو بشکنه اما خب حمله هایی میشه به وجود آورد اما به سادگی میتونیم حالا یا با روندن جلوی پیاده یا اینکه بهتر با وزیر دفاع کنیم که مشکلی رو به وجود نمیاره برای نیکیتا این حرکت انجام میشه حرکت H4 انجام میشه اینم بگم که حرکت درستی که تو این پوزیشن انجن پیش میکرد اول شما انجام بدین حرکت H5 بود برای بازکن سیاه که به خاطر پیشروی و گرفتن فضای بیشتری بود که میخواستیم بگیریم از اون طرف میدونیم که اصل میخواد بیا توی خونه ایجیس پس حرکت H4 میتونه کاملا این ایده پرهامو از بین ببره که همونجور که دیدیم تو این پوزیشن بعد از اینکه اومد اینجا قلعه بزرگ میره نیکیتا حرکت H4 انجام میشه حرکت H5 فضا رو میگیرین رخ میاد توی خونه B1 و شاه B8 انجام میشه این هم بگم بردن پیاده اینجا یک مقدار ریسکه چون رخ میاد و این پیاده رو بر میداره و نمیشه واقعا این پوزیشن رو به سادگی دفاع کرد و به خطای بازیکن سیاه خیلی بالا میره پس بازیکن سیاه نمیره سراغ یک پیاده یه. علکی چون کاملا پوزیشنش رو به هم میرزه این حرکت پس پیاده رو نمیشه برداشت این پیاده یک ای پیاده ای سمیه حرکت شاه بی هشت انجام میشه وزیر میاد توی پوزیشن و وزیر برمیگرده از تهدید ماتی که پرهام داشت تهدید میکرد دفاع کنه این حرکت انجام شد دقیق ترین حرکت موجود اسب توی خونه جیسه و به همون جور که بهتون گفتم اسم به نظر میاد که ایده مشخصه ما میخوایم کنترل خونه ای رو به دست بگیریم اما اگر که توی این خونه قرش بدین شما دیگه افشار رو ندارید F4 رو دارین درسته بعد از این قله رفتین حرکت F4 رو دارین اما رخ وارد پوزیشن میشه که میتونه خطرناک باشه بهتره که فیل تو این قطر قرار بدین و حتی بیانش توی خونی H2 و این قطر رو کاملا تحت پوشش داشته باشین چون عملا بازیکن سیا یک جایی بالاخره اشتباه میکنه و یکی از پیاداشو پیاده خونی D6 رو از دست میده در نهایت که به حال یک فشار خیلی خوبیه به همین دلیل اینجا اس میاد توی خونه یه ج رخ میره توی خونه سی 8 و وزیر وزیربرمی‌گیره توی خونه D 1 و حرکت فیل سی 8 اینجا انجام میشه فیل میره توی خونه G 5 اسب اینجا قادرتا نمیخواین اجازه رو بدین چون دیگه ساختار خیلی ضعیف میشه برای بازیکن سیاه که به همین دلیل اینجا اسب میاد توی خونه G 4 قرار میگیره که اینجا فیل میاد و حمله میکنه به اصل و قادتا میدونین که پرهام نمیخواد اینجا تعویز کنه چون اگر که اجازه تعویض رو بدین و در نیت با فیل زده بشه حرکت اف کاملا پوزیشن رو بالانس میکنه و پوزیشن هیچ جوره نمیتونین نمی در واقع نفوذ خیلی درستی داشته باشین و پوزیشن به احتمال زیاد میتونست به سمت مساوی کشیده بشه اما خب و اونم با وجود اینکه فیلتون رو از دست دادین و کنترل این خونه ها رو در نیت از دست میدین و وزیر میتونه شروع کنه وزیر میتونه شروع کنه حمله کردن به این پیاده های ضعیفی که فعلا توی پوزیشن وجود دارن و به حال اینجا حرکت f6 انجام میشه از نیکیتا فیل برمیگرده و حرکت g6 و پرهام بالاخره قله کوچیک میره اینجا نیکیتا حرکت خیلی درستی رو پیدا کرد که انجن میگه حرکت غیر دقیقی اما حرکت خیلی درستیه که شما هم سعی کنید معمولا توی پوزیشناتون این حرکت رو انجام بدید. با اینکه حتی حرکت غیر دقیقیه حرکت f5 این حرکت خیلی حرکت خوبیه چون اگر که بازیکن سفید اینجا اشتباه کنه و تعویض کنه با پیاده میزنی و پیاده ها میتونن رو به جلو برن و ساختار رو به هم بزنن و حرکت F4 کشنده است اینجا حرکت F4 هم راه فیل رو میبنده هم اسب مجبوره به توی پوزیشن خیلی بدی قرار بگیره پس کاملا پوزیشن به سمت نیکیتا میره به هر صورتی این حرکت یک دفاع داره که پرهام باید خیلی فکر کنه تا اون حرکت رو پیدا کنه که اتفاقا این حرکت رو پیدا کرد پرهام محصول بعد از حدود 3 دقیقه همونجوری که خودتونم هم ساعت رو دیدین حدود 2 3 دقیقه فکر کرد و حرکت F4 رو انجام داد که پوتچین رو کاملا بالانس نگه می‌داره تنها حرکتی که انجین پیشنهاد میده برای دفاع کردن همین حرکت F4 که پرهام اینجا انجام داد این حرکت انجام میشه بعد از اون میریم سراغ پیاده خونی ای E4 ای اینجا میریم سراغ فیل با فیل زده میشه حمله داریم روی وزیر وزیر اینجا گسترش بده میکنه همچنان تهدید ما تیر دارین اما خب به خاطر اینکه اسب و همونجوری که بهتون گفتم همین حرکت خیلی ساده اسب توی خونه یه. ایسه ند... در واقع قرار ندادین الان دفاع دارین از پوزیشن و اگر که تعویض بشه میتونیم با فیل بزنیم اگر که اینجا اسب توی خونه یه. در واقع ایسه قرار داشت فیل یه دفاعی از این پیاده نداشت و این حرکت F4 هم قاعدتا حرکت درستی نبود توی پوزیشن این حرکت انجام میشه نیکیتا اینجا حرکت ایسه رو انجام میده پیاده رو برمیداره پرهام و بعد از اون اسب گسترش بده میکنه حمله میکنه به فیل که اینجا پرهام اسب رو تعویز میکنه با رخ زده میشه و پیاده رو برمیداره با رخ زده میشه و فیل میری توی خونه یه جی پنج و پوزیشن همونجوری که میبینید کاملا بالانس و هیچ شانسی برای برنده شدن برای هیچ کدوم از بازیکن ها فعلا وجود نداره مگر اینکه یکی از بازیکن ها اینجا اشتباه بکنه اینجا حرکت استاندارد رو نیکیتا پیدا میکنه حرکت رخ ای هش رخ دابل میکنه پرهام هم حرکت دقیق رو پیدا میکنه حرکت رخ F6 که حرکت خیلی درستی به پیاده ها حمله میکنه این حرکت انجام میشه فیلم میاد و هم دفاع میکنه از پیاده و همین که حمله میکنه به رخ خونه b که پرهام محصول برای ادامه دادن و در واقع گیج کردن بازیکن سیاه یک حرکت جالب رو انجام میده که پوزیشن رو همچنان بالانس نگه میداره اما خب ایده مشخصی برای پرهام وجود داره تو این پوزیشن پرهام اینجا حرکت فیل F4 انجام داد به این امید که بازیکن سفید اینجا تعویض کنه و بعد از اون خودش اینجا تعویض کنه و با پیاده بزنه اینجا بازی سیاه و طمع کنه و پیاده رو همینجوری بخواد رو به جلو بده و یک پیاده رونده برای خودش بسازه که اتفاقا این اتفاقا افتاد و بازیکن سیاه رفت رخ تعویض میشه سراغ رخ با پیاده زده میشه و الان وزیر میره سراغ فیل و پوزیشن بالانس با این تفاوت که یک پیاده رونده بازیکن سیاه داره و یک پیاده رونده بازیکن سفید که بازیکن سفید پیادهش میتونه قوی تر باشه اما همچنان پوزیشن بالانس اگر که دقیق بازی کنید این حرکت انجام شد پیاده رو به جلو میره و حرکت در واقع دیشیش انجام میشه حمله میکنیم به وزیر وزیر میره توی خونه یه جی هفت حمله میکنه به رخ و حرکت وزیر اف یک انجام میشه از رخ دفاع میکنیم که اشتباه محض بازی رو اینجا نیکیتا انجام داد و حرکت وزیر اچیش رو بازی کرد که اشتباه فاحش بازیه ایدهش مشخصه حرکت وزیر اچیش رو انجام میدین که بتونید پیاده رو همین جوری رو به جلو بدین در نیت. و در نیت بعد از که این سری حرکات انجام شد بتونین وزیر رو توی خونه ای دیدو بیارین و حمله رو داشته باشین به وزیر و درنیت نیت پوزیشن رو بالانس نگه دارین اما خب این حرکت اجازه یک حرکت خیلی قوی رو به پرهام میده که پوزیشن رو کاملا به سمت پرهام میکشونه که اینجا ازتون میخوام ویدیو رو استوب کنید و سعی کنید حرکتی که پرهام تو این پوزیشن انجام داد رو شما هم پیدا کنید تبریک میگم به که این حرکت رو پیدا کردن حرکت فوقلاده رخ F7 پوزیشن وزیر رو کاملا قفل میکنه تهدیدهای ماتی رو به وجود میاره و در نیت اگر که شما فکر کنید بتونید الان خب الان من میتونم پیادارم رو جلو بدم اما نه چون وزیر میاد توی خونی افسه و دیگه نمیتونین از این مات دفاع کنید هیچ راه دفاعی نیست و در نیت پوزیشن همینجا بازنده میشه حرکتی که باید نیکیتا پیدا میکرد توی این پوزیشن به جای حرکت وزیر چیش حرکت ایسه که اون هم پیاده رو به جلو بده باز هم یک برتری نسبی رو به پرهام میده اما خب این پوزیشن نسبتا قابل دفاع تر بود اگر که باز هم میگم دقیق بازی کنید که احتمال اشتباه اینجا خیلی بالا میره اما خب نیکیتا همونجوری که دیدیم حرکت وزیر چیش انجام داد اینجا رو خومتی خونه F7 و بعد از اون اینجا کیش میده نیکیتا شاه میرتی خونی H2 و وزیر میرتی خونی D2 قرار میگیره به امید که بتونه هم پیاده رو به جلو بده همین که جلو این پیاده رو بگیره اما پرهام حرکت وزیر چیش انجام میده و در نهایت توی این پوزیشن حرکت سی و هفتوم. نیکیتا از بازی انصراف داد چون هیچ شانسی برای برنده شدن وجود نداره و ایده خیلی ساده ای داره پرهام و دلیل باخته نیکیتا همینه که ایده ساده اینه که میتونیم پیاده رو جلو بدیم میتونیم حرکت رخ 8 رو رخ 8 رو انجام بدیم و روی دفاعی نیست و های خیلی ساده ای وجود دارن توی پوزیشن که هیچ جوره نمیشه دفاعشون کرد پیاده خیلی دوره تا وزارت و یک تمپ عقب بازیکنسی یا سیا برای اینکه بخواد حمله رو شروع کنه در نهایت هیچ دفاعی از حرکت رخ فشت وجود نداره به همین دلیل تا تو این پوزیشن از بازی انصراف داد به هر حال تبریک میگیم به پرهام که تو این مسابقات خیره کننده کار کرد که خودش هم این نمایش خیره کننده رو مدیون خانومش ساناز اسماعیلیه که داور شطرنجه که اتفاقا توی همین مسابقات فیل سویس هم حضور داره کنارش و در نیت بتونم بگم که جدول مسابقات همچنان آپدیت نشده چون همچنان بازی هایی در حال برگزاریان و جدول رو در نیت بعد از اینکه همه بازی ها تموم شد و آپدیت شد توی بخش کامیونیتی جدول پایانی این مسابقات رو براتون قرار میدن ولی اینو بهتون بگم که ویدیت گوجراتی و هیکارو ناکامورا به کاندیداتورهای شطرنج ملحق شدن مثل همیشه ممنون که تا پایان این ویدیو و پایان این تورنمنت همراه من بودید امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه برای حمایت کردن از من همونجور که میدونید میتونید ویدیو رو لایک کنید و توی بخش کامنت سیکشن برای من کامنت بذارید ممنون و تا دیگه و یک شطرنج دیگه خدا نگهدار